جابجایی طبقاتی ناشی از انقلاب ایران چگونه بود و چهار دهه بعد از این جابجایی صاحبان قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی به چه قشر یا طبقه اقتصادی تبدیل شدند؟ سلام، رویه تبدیل امتیاز سیاسی به امتیاز اقتصادی پدیده است که نه فقط اقتصاددانها و عالمان سیاسی را به خود مشغول کرده، بلکه مایه داستانهای جذابی هم شده است. مخاطبان این برنامه احتمالاً با داستان قلعه حیوانات جورج اورول آشنا هستند. دست به دست شدن قدرت سیاسی و سپس اقتصادی در انقلابها گاه جابجایی طبقاتی خوانده می شود و گاه برآمدن مستضعفان و سرنگونی مستکبران. جدای از نامی که بر آن گذاشته می شود، آنچه کنه این روند را تشکیل می دهد ترجمه امتیاز در یک صحنه اجتماع از جمله سیاست و امنیت به امتیاز در صحنه دیگر از جمله اقتصاد است. شاید بی دلیل نیست که در جمهوری اسلامی لفظ رانت تا این حد رایج شده است. آیا رانت مکانیسم غالب در تسهیل جابجایی طبقاتی ناشی از انقلاب نبوده و اونچه در این چند دهه می‌بینیم تثبیت اقتصادی قشر یا طبقه حاکمی نیست که از روحانیون و نظامیان تا بانکداران و تاجران و سرمایه‌داران وابسته به نهادهای قدرتمند سیاسی را در بر می‌گیرد؟ ولی آیا روند تبدیل امتیاز سیاسی به اقتصادی در جمهوری اسلامی ناگزیر بوده و بدون ترمز یا عواملی در کار بودند که این روند را کند یا گاه متوقف کنند؟ تصویر دقیق از جابجایی قدرت و ثروت در طول حیات 40 ساله جمهوری اسلامی چیست؟ این موضوع را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا که به همراه کوروش رحیم‌خانی تحقیقی مفصل در مورد پشتوانه خانوادگی و اقتصادی صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی انجام داده، میگوید انقلاب ایران اقشار غیر شهری و پایین را بر اقشار مدرن شهری حاکم کرد. علی مزروعی، اقتصاددان و از نمایندگان سابق مجلس ایران، میگوید این جابجایی باعث نشده قشر صاحب قدرت در جمهوری اسلامی در عین حال طبقه صاحب ثروت هم باشد. از او خواهیم پرسید چرا. اما آرش حسن نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی، در مخالفت با این نظر میگوید رانت در شکل گیری طبقه یا قشر صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی و امنیتی در جمهوری اسلامی ابزار مهمی بوده است. خیلی خوش آمدید آقای بروجردی. به ما بگید در انقلاب از نظر طبقاتی، البته لفظ طبقه رو خیلی ها با تسامح زیاد به کار میگیرن، ولی از نظر پایین آوردن اقشاری که حاکم بودن و به قدرت رسوندن اقشار جدید چی کار کرد؟ کیا رو به قدرت رسوند از نظر پشتوانه خانوادگی، اقتصادی، شهری، روستایی؟ بله، عرض کنم که ما در علم سیاست وقتی از لفظ انقلاب صحبت میکنیم، یکی از الزامات استفاده از این هست که ما شاهد یک جابجایی جدی در قدرت باشیم، در این طبقه حاکم عوض شده باشه، و بنابراین یه چیز، یه خصلتی که انقلاب رو مثلا از یک کودتا متغیر میکنه این هست که این جابجایی صورت گرفته. وقتی که برمیگردیم و نگاه میکنیم به پیشینه کسانی که بعد از انقلاب اومدن و قدرت گرفتن، به نظر من بر اساس این تحقیقی که انجام شده واقعا یک چنین جابجایی صورت گرفته. یعنی اگر ما بیایم پیشینه افراد رو بر اساس شغل پدرها در نظر بگیریم به عنوان یک مبنایی برای جایگاه طبقاتی افراد، چون به هر حال می‌دونیم که قبل از انقلاب خانم‌ها 15% از نیروی کار رو بیشتر تشکیل نمی‌دادن، متأسفانه بعد از انقلاب همینجوری باقی مونده، بنابراین میشه اونها رو یه مقدار نادیده گرفت و شغل پدر رو حساب کرد. خب حالا اگه بر این اساس بریم و بیایم از مثلا 8 تا شغل مهم در جامعه صحبت بکنیم، مثلا کشاورز، کارگر، عرض کنم که روحانی، بازاری، بازاری،
این به عنوان قشرهای سنتی تر جامعه و از اون طرف اقشار مدرن رو در نظر بگیریم، به عنوان مثلا کارمند عرض کنم که استاد دانشگاه، مهندس، دکتر، افسر ارتش و غیره، یک تفاوت فاحش می‌بینیم. بر اساس این تحقیقی که ما کردیم خدمتتون بگم که بر اساس مطالعه 2300 نفر از رجال سیاسی ایران بعد از انقلاب صورت گرفته از روز اول انقلاب تا الان، آمار واقعا فوق العاده مهم میشه. ببینین اون 4 تا قشر رو که به عنوان اقشار پایین جامعه حساب کردیم، مثلا اگر شما برین به ترکیب شورای انقلاب نگاه بکنید، ببخشید باز هم میشه اونها رو نام اونها رو که کشاورز. بازار، کشاورز، کارگر و روحانی. بازار رو هم شما جزء اقشار پایین هستید. خب اینایی که ما داریم صحبت میکنیم عمدتا واقعا کسبه خورده، کسبه خورده هستن. بسیار خوب. و اون وقت به پیشینه که نگاه میکنیم آمار این شکلی میشه. در رابطه با شورای انقلاب 91% اعضای شورای انقلاب از این 4 طبقه میان. مجلس اولو که نگاه میکنیم 92% از این گروه 4 تا گروه میان. به پیشینه 135 وزیر نگاه میکنیم که ما براشون اطلاعات داشتیم، 83% از این پیشینه میان. و از مجموعه 900 رجال سیاسی، چون ما نتونستیم شغل پدر رو برای همه 2300 نفر پیدا بکنیم، به پیشینه 900 نفر که نگاه میکنین 91% از این 4 تا میان. یعنی پس ببینین به عبارت دیگه اقشار مدرن جامعه همیشه در زیر یک تک رقمی هستن، درسته؟ سهمی که داشتن در نهاد قدرت در این آماری که شما دارید داری. پس میشه گفت که این اقشار، اقشاری که پشتوانه خانوادگی کشاورز، کارگر، روحانی و کسبه خرد داشتن، بله. در مورد ترکیب شهری روستایی هم شما توضیح دادید از این جهت، بله. خیلی اتفاق جالبی میفته. ببینید ما وقتی برمیگردیم با یکم به جزئیات نگاه میکنیم، میبینیم که چیزهای جالبی میاد بیاد. مثلا ببینید به پیشینه وزرا ما نگاه کردیم و دیدیم که 55% کل وزرایی که در ایران بعد از انقلاب بودن از 5 تا استان بیشتر نیستن، یعنی اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی. عمده این وزرا هم از مراکز استان اومدن بالا، درسته؟ ولی وقتی به کل به اصطلاح این رجال سیاسی جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، میبینیم که انقلاب این زمینه رو ایجاد کرده که افرادی که از مراکز استان هم نبودن، از شهرهای کوچیک بودن یا از روستاها بودن یا از روستاها به طور مشخص بودن، بتونن بیان بالا. حالا وقتی که به کل جمعیت نگاه میکنیم، دو قشر به نظر من بیش از همه سهم دارن. اول روحانیت. ببینید نه تنها در این جاهایی که گفتم مثل شورای انقلاب و مجلس اول و اینا، ولی عمدتا میشه گفت با یه حساب سرانگشتی روحانیت حدود 30% مشاغل مهم جامعه رو داشته، درسته؟ حالا روحانیتی که دیگه مشاغل غیر رسمی دارن رو میذاریم کنار، ولی مشاغل اصلی رو که نگاه میکنین عمدتا از این 2300 نفر هم حدود 30 تا 30 چند درصدشون روحانیت هستن. قشر بعدی که مهمه، کلامتون وقتی میگید روحانیت هستن یعنی این صاحبان قدرت پدرشون روحانی بوده؟ پدرشون روحانی بوده؟ نه بخششون پدرشون روحانی بوده، بخشی که خود این افراد هم روحانی هست. مثلا شما ببینید برمیگردیم به مجلس اول، میبینید 56% اگه اشتباه نکنم 56% نمایندگان مجلس اول روحانی بودن، بعد این روند سقوط کرده الان، بله. مثلا حدود 6% رسید. بله بسیار. من یه رقم دیگه هم در کتاب شما دیدم و اونم این که در مجموع شما به این نتیجه رسیدید که بر اساس داده هایی که گرفتید که حدود 60% اون 2300 دولت مرد یا رجالی که مطالعه کردید پشتوانه خانوادگیشون برمیگرده به روستاها یا شهرهای کوچیک. بله. به این ترتیب میشه گفت که اقشار روستایی دست بالا رو پیدا کردن. بله. در قدرت. بله. من فکر میکنم همون چی گفتم، به غیر از روحانیت طبقه دیگری که بسیار نقش مهمی بازی کرده اون طبقه روستایی یا کشاورز، هر چی که میخوایم اسمشون نام ببریم، اونها سهم مهمی دارن. بسته به شغل فرق میکنه. مثلا ببینید وقتی به پیشینه وزرا نگاه میکنید، میبینید عمدتا از کشاورز نیستن بلکه بازاری هستن. پدران از بیشتر بازاری اومدن. بله. و در مورد اینکه این کشاورزها صاحب زمین بودن، زمین نداشتن، زمیندار بودن، چیزی نمیدونیم. میدونیم؟ بله. چیزی که میدونیم این هست که وقتی میگیم جابجایی انقلاب صورت گرفته، اگر با قبل از انقلاب نگاه بکنیم، به نظر من دو تا گروه عمدتاً از بین رفتن با انقلاب. یکی اشراف بودن و یکی زمینداران گنده، حالا چه روحانیت باشن چه غیر روحانیت. اینها رو ما دیگه در بعد از انقلاب در مدار قدرت نمیبینیم.
آقای مزروی، آیا این اتفاقی که افتاد با این توصیفی که بر اساس داده ها شد باعث نشده یک اشرافیت سیاسی که صاحب ثروت و مکنت هم هست شکل بگیره؟ ولی با اطلاعاتی که من دارم فکر می‌کنم نه، چنین اتفاقی نیفتاده. یعنی ما طبقه ای که حالا با تسامح اگر مواجه رو به کار ببریم که هم قدرت سیاسی داشته باشه هم قدرت مالی، در حداقل در سالهای بعد از انقلاب فکر نمی‌کنم به اون شکل شکل گرفته باشه. البته خب با یه کمی بحث رو اگه باز کنیم، بله، ما بایستی در واقع یک مروری بکنیم برای اینکه داریم در چه زمینه و بستر اقتصادی این بحث رو دنبال میکنیم. و من فکر میکنم که برای زمینه و بستری که در ایران وجود داره سال هاست این هست که یک اقتصاد نفتی دولتی رانتی رو شکل داده و این وضعیت همواره موجب این شده که یک عده‌ای بتوانند از این فرصتی که در اقتصاد حالا به صورت رانت ما میگیم وجود داره استفاده کنند. منتها اگر بخوایم مقایسه کنیم به لحاظ توزیع درآمد در جامعه، دو تا مقطع رو من فکر میکنم میشه با هم مقایسه کرد. یکی سال 1356 هست که در واقع یک سال قبل از سقوط رژیم پهلوی هست. آمارهای رسمی نشون میده که در این سال توزیع درآمد به شدت نابرابر شده، به گونه ای که دو دهک درآمدی بالا 56% از سهم درآمد ملی رو به خودشون اختصاص میدادن و سهمی که دهک بالا برداشت میکرده نسبت به دهک پایین یه چیز حدود 38 برابر بوده و دو دهک بالا نسبت به دو دهک پایین 14 برابر. بله. حالا اگه اینو ما مقایسه کنیم با سال 1396، 40 سال بعد، 40 سال بعد ملاحظه میکنیم که سهم دو دهک بالا به 47% کاهش پیدا کرده، حدود 9% پایین اومده. 9% پایین اومده و سهم دهک بالا نسبت به دهک پایین از 38 به 14 کاهش پیدا کرده. ضریب جینی هم تقریبا یه چنین وضعیت رو نشون میده، برای اینکه در سال 56 ضریب جینی 0.5 بوده، در سال 96 این شده 0.4. برای بینندگان خوبه بگیم که ضریب جینی در واقع کاهش، در واقع شکاف طبقاتی رو نشون میده از نظر درآمدی. درآمد، بله. این نشون میده که به هر حال وضعیت در سالهای بعد از انقلاب به لحاظ توزیع درآمد بهبود پیدا کرده. یعنی در واقع درآمد ملی تونسته نسبت به قبل به سمت توزیع عادلانه حرکت کنه. ولی این بحثی که در واقع الان اگر بخوایم بهش نگاه کنیم که آیا قشر ثروتمند و یا قشری که درآمد بالا در جامعه وجود داره یا نه، خب این وجود داره. ولی معتقد نیست اینها همون قشری هستن که صاحب قدرت سیاسی هم هستن؟ بله، من بر اساس شناختی که شهودی دارم از در واقع دولت مردان و کارنامه جمهوری اسلامی معتقد نیستم که همون قشری که قدرت سیاسی دارن در واقع قدرت اقتصادی هم دارن و ثروت دارن. البته این قابل نفی نیست که ممکنه یه عده‌ای از ارتباطاتی که با دولت مردان دارن با قدرت سیاسی دارن استفاده بکنن یا سوء استفاده بکنن و دارای ثروت بشن، ضمن اینکه بخشی از کسانی که قدرت مالی دارن الان در جمهوری اسلامی اینها از همون امکانات رانتی استفاده کردن. البته امکانات رانتی وقتی ما میگیم بخشش غیر قانونی نبوده، یعنی امکانات قانونی بوده و اینا این فرصت رو داشتن. رانت قانونی چی هست؟ میتونید این تمایز رو مثلا بگید؟ یکی از رانت‌های قانونی که وجود داره متاسفانه تو اقتصاد ایران نرخ‌های چندگانه ارزه. یعنی شما در همه سال‌های بعد از انقلاب تقریبا ما نرخ چندگانه ارز داشتیم و یه عده و یه عده که میتونن از اون نرخ ارزون ارز استفاده کنن کاملا قانونی استفاده مونن، ولی به هر حال دارای ثروت میشن. یا وضعیت تورمی اقتصاد موجب میشه که
در واقع وقتی مثلا تورم بالاست ولی نرخ سود بانکی پایین هست، یه عده‌ای که وام میتونن بگیرن از طریق بانک ها، اینها استفاده میکنن از این رانته، اما غیر قانونی نیست. به هر حال من جمع‌بندی اگه بخوام بکنم سخنم اینه که ما در ایران یک قشر پولدار و ثروتمند داریم که حالا اگه بعد خواستید میگم که روش تحقیق شده، میتونیم بگیم 2-3% شاغلین در کشور اینا کسونی هستند که درآمد بالایی دارند و ربط اینا با قدرت سیاسی ضرورتا همپوشانی کامل نیست. نداره، نه، بخششون البته میتونن جزء طبقه مدیران جمهوری اسلامی باشند، ولی اینکه همپوشانی کامل داشته باشند و به تعبیر دقیق یه تشکیل یک طبقه بدن، من معتقد هستم که چنین چیزی نیست. آقای حسن، یا شما این نظر رو به چالش میکشید بر چه اساس؟ اقتصادی با شکل و شمایل اقتصاد ایران که یک اقتصاد رانتی است و در واقع منشأ ثروت از نفت ناشی میشه، با تحولاتی که پس از انقلاب اتفاق افتاده که بخشایش آقای بروجردی اشاره کردند، که این اتفاقات به این شکل هستش که طبقه حاکم جای خودش رو به طبقه یا به افرادی میده که انقلاب رو انجام دادن، جزء انقلابیون بودن، مصادره ها به سرعت اتفاق میفته و اموال بخشی از سرمایه داران ملی یا عمومی میشه، بحث تحریم ها اتفاق میفته پس از اشغال سفارت آمریکا، جنگ، غلبه ایدئولوژی که انقلابیون بر فضای کلی جامعه که در واقع اون بحث قدیمی تعهد تخصص رو به جا میاره و وارد بحث‌های جامعه میکنه، پاکسازی که در بخش عمده ای از مدیران رده میانی و رده بالای بوروکراسی دولتی اتفاق میفته، همه و همه اینها در کنار اون منشأ ثروتی که نفت هست و در اختیار دولت هست، ما رو به این جنبندی میرسونه که توزیع این رانت از سوی کسانی صورت میگیره که در واقع عنان سیاستگذاری و کارگزاری سیاسی نظام رو هم در اختیار دارن. خب اقتصادی که رانتی است، منشأ ثروتش از نفته، نفتی که در دست دولته و دولت و حاکمیتی که امروز پس از انقلاب در دهه اول انقلاب از سوی انقلابیونی اداره میشه که مدیر کلند، قانونگذارند، برنامه ریزند و تصمیم گیرند. این میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که استفاده از این رانت، چه رانت اطلاعاتی از باب سیاستگذاری و برنامه ریزی که باز هم از سوی دولت اتفاق میفته و اطلاعاتی که اونجا نهفته است، اینکه چه زمانی قرار هست که کدام تعرفه بالا و پایین بشه، چه زمانی قرار هست که صادرات کدام کالا ممنوع یا آزاد بشه یا تسهیلاتی بهش داده بشه و سایر موارد، ما رو به این جنبندی میرسونه که اونهایی که این رانت رو در اختیار دارند، چه اطلاعاتی و امنیتی، چه اقتصادی و منشأ ثروت، میتوانند به دلیل نزدیکیشون به این سفره، به این نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی، اون رو تبدیل به فرصتهای اقتصادی بکنند. میتوانند، چنین شده به نظر شما؟ من فکر میکنم، که چنین شده، برای اینکه آقای مزرعه‌ای اشاره کردن مثلا کسانی که از تسهیلات بانکی که ارزان‌تر از نرخ پول در بازار آزاد بود استفاده کردن، اینها چه کسانی هستند؟ آیا افراد عادی هم توانستند به همون تعداد استفاده بکنند؟ یا مثال خوب نرخ ارز رو زدن که این ماها ما بارها و بارها درباره‌اش شنیدیم، سوء استفاده که از همین نرخ چندگانه ارز شد. آیا افراد عادی جامعه، آیا کارمندان عادی دولت، آیا طبقه کارگر یا طبقه متوسط به شکل عام توانسته سهم خودش رو از این نرخ ارز چندگانه داشته باشه و از اون استفاده بکنه؟ اتفاقا دسترسی به همین رانت‌های خرد و کلان در 40 سال گذشته، اما از همین نرخ ارز در دهه 60 مثلا توزیع کالا و خدماتی که قرار بود مثلا در یک شبکه کوپن یا بسیج اقتصادی یا مثلا تعاونی‌های مصرف توزیع بشه، که قاعدتا اونجا کسانی این رو بر عهده داشتن، هم تصمیم گیری هم اجرای اون رو، که با انقلابیون بودن، یعنی بخشی از شبکه انقلابیون بودن. حالا اگر مثلا عضوی از خرده برجوازی
بازاریان بودند یا بخشی از روحانیت سنتی بودند که می توانستند یک تعاونی مصرف رو در یک محله اداره بکنند یا اینکه حتی مدیریت کل رو در یک اقتصاد در کلان داشته باشند. این تبدیل به یک طبقه یک دست شده. مثلا من وقتی نگاه می کردم با آمار می دیدم که ادوار مختلف مجلس به ما نشون میده که هرچه به سمت دهه 90 اومدیم تعداد روحانیون کم شده در میان نمایندگان مجلس، در عوض اون قشری که شهری الان فارغ از اینکه پشتوانه خانوادگیش چی بوده، شهری به معنا که معلم، مدیر، استاد دانشگاه است، سهم اینا در ادوار مختلف مجلس به مرور بالا رفته. آیا نشون نمیده که یه چرخشی هست و اونچه که در غرب فرصت opportunity برای سوار شدن بر این قطار نامیده میشه وجود داشته؟ یک اتفاق خیلی مهم در دهه اول انقلاب افتاده. من ترجیح میدم که تغییرات پس از انقلاب رو مثل مطالعات و کاری که آقایان بهداد و نعمانی انجام دادن به دهه ها... بله به دهه های مجزایی تقسیم میکنم که اونها دهه اول رو و دهه دوم پس از انقلاب رو مجزا از هم حتی در تضاد از هم میبینن تغییرات رو. اما یک اتفاق مهم رو فراموش نکنیم و اون شکلگیری نهادهای انقلابی پس از انقلاب بوده. مشخصا چهار نهاد انقلابی مهم رو ما داریم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته های انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی و بسیج. و افراد پرشماری عضو اینها شدن، چه در دوره جنگ و چه پس از جنگ، و تحولاتی که در این نهادها هم البته انجام شده. اینها نوعاً می توانند بر اساس مطالعه‌ای که آقای بروجردی انجام دادن همان روستاییان یا اعضای اخشار متوسط سنتی باشند که با عضویت در این نهادهای انقلابی و پس از پایان جنگ توانستند حالا در بوروکراسی اداری عضو بشند. حالا مثلا با معاونت‌های پرورشی یا اتفاقات ایدئولوژیکی که در آموزش و پرورش افتاد بخشی از آموزش و پرورش باشند، همونطور که شما اشاره می‌کنید، و در سال‌های بعدی بتوانند به نمایندگی مجلس برسند، به مدیریت کلی در ادارات دولتی برسند، یا اینکه در نهادهای انتصابی همچنین بوده. چون شما وقتی میگید مدیر، ذهن بیشتر به سمت نهاد انتخابی و دولت میره، ولی این حتما در نهادهای انتصابی، وقتی که در نهادهای انتخابی میتوانسته مثلا همین امروزی که ما با هم داریم صحبت میکنیم برای در اختیار گرفتن یک مدیریت کل در نظام بوروکراسی جمهوری اسلامی پس از 40 سال شما باید تایید 4 مرجع اطلاعاتی رو داشته باشید، وگرنه علارغم تمام صلاحیت هاتون نمیتونید از یک سقف مدیریتی بالاتر برید. بله. خب در دهه اول و دهه دوم انقلاب به طریق اولا این سخت‌تر و دشوارتر بوده و سهم بیشتر و شانس بیشتری برای انقلابیون فراهم بوده. آقای بروجردی، اون قشری که حاکم شد در مقطع انقلاب و با داده‌های شما توصیفشون کردی، بعد از 40 سال الان ما در موردش میدونیم، برای اینکه خیلی از اینها از قطار انقلاب پیاده شدن یا پرتاب شدن بیرون. به نظر من اتفاقی که افتاده در جمهوری اسلامی خیلی جالب هست و اون این است که لزوماً فرزندان دولت مردان، علما و غیره، اینها لزوماً راه سیاست رو در پیش نگرفتن، بلکه به بخش خصوصی رفتن که اونم میتونه دلایل خیلی مشخصی داشته باشه. چرا؟ بخش خصوصی خیلی غیر شفافتر هست، شما در معرض دید و تیررس نگاه انتقادی لزوماً خبرنگار و غیره آنچنان نیستین، چون لازم نیست اون شفافیت رو داشته باشین. ضمناً یک دلیل منطقی دیگری هم داره. اگر این تحقیق ما درست باشه که افراد از طبقات پایین آمدن، چرا امروزه که یک فرصت طلایی براشون پیش اومده نخوان جیب خودشون رو پر بکنن، نخوان به اون به اصطلاح جبران مافات گذشته رو بکنن و زود به مدار قدرت برسن؟ ببینید، به شکل جمهوری اسلامی این در همامیختگی قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی فوق‌العاده جالب است. شما وقتی که به نمایندگان مجلس برای مثال نگاه میکنین، عمدتاً چیکار میکنن؟ اینها هیچ وقت بازنشسته نمیشن، بلکه وقتی دورانشون در مجلس تکمیل شد راه پیدا میکنن به نهادهای دولتی، به بنگاه‌های شبه دولتی و غیره. حالا به خاطر احتمالاً اون کمیسیون‌هایی که در مجلس بودن و غیره، میتونن اونجا برن راه دیگری برای امرار معاش پیدا کنن. بنابراین من فکر میکنم ما امروزه با یک
در هم تنیدگی فوق‌العاده روبرو هستیم. چرا امثال آقای شهرام جزایری یا آقای بابک زنجانی و این دور نمونه‌هایی که به عنوان کیس‌های فساد در جامعه مطرح شد، می‌بینیم که در همه این زمینه‌ها ارتباطاتشون بوده، ارتباطاتشون این که رشوه دادن به نمایندگان یا به علمای و غیره و غیره برای پیشبرد کارشون است. چرا این مسئله صورت گرفت؟ آقای مزروعی یه توضیح من بدم که ایشون گفتن معمولا نماینده وقتی کارشون در مجلس تموم میشه میرن سازمان دولتی. اینطوری نیست، برای اینکه بخش قابل توجه از نماینده قبل از اینکه بیان اصلا کارمند دولت بوده. وقتی هم که برمیگردن به سر کارشون، بله برمیگردن به سر کارشون. یعنی ما در این مورد آماری داریم هم از جانب شما هم از جانب شما آقای مزروعی؟ من آمار دقیق ندارم، ولی باز به طور شهودی و بر اساس تجربه خودم میگم، مثلا در مجلس ششم که ما بودیم نزدیک 70% حداقل نماینده ها اینا قبلا کارمند دولت بودن، معلم بودن، استاد دانشگاه بودن، یا تو سازمان‌های دولتی به هر حال استخدام بودن. بله. و بعدم که مجلس تموم میشه برمیگردن میرن سر شغل خودشون. همه میدونن که مجلس ششم یه مجلس خاصی نه نه دیگه. من این که میگم راجع به مجالس دیگه هم همینطوریه. اما در مورد این در واقع انتقال ثروت از طریق ارتباطات، از طریق رانت‌های اطلاعاتی به فرزندان چی؟ من یه مثال براتون میارم آقای مزروعی. مؤسسه سامن الحجج که فساد درش رو شد، از همین مؤسساتی که سپرده‌های مردم رو میگرفت، حجم اولیه فساد بعد از اینکه دادگاه پیش رفت نمیدونم به چقدر تبدیل شد، اما اون رقم اولیه 12,000 میلیارد تومان بود و این در ارتباط با فرزند و داماد یه امام جمعه بود، امام جمعه سابق سبزوار، و مثال های این چنینی کم نیست. یعنی گویی این همپوشانی قدرت سیاسی و اقتصادی از مکانیسم رفتن فرزندان به سوی فعالیت های اقتصادی و مالی شکل گرفته، انجام شده. ببینید اول یه نکته رو بهش توجه کنیم که بحث فساد خب تو اقتصاد رانتی اصلا در واقع جز ذاتشه. یعنی این چیز نیست. وقتی که ما میگیم اقتصاد نفتی رانتی دولتی، این متاسفانه با فساد همراهه و این از دوران گذشته بوده تا حالا. این که حالا کی بتونه از این امکانات فساد استفاده کنه و چیز بشه، این اختصاص به افرادی که وابسته به مثلا دولت مردا هستند اختصاص نداره، میتونه غیر افراد وابستن باشه. ولی خب یه واقعیت هم هست که در کشوری مثل کشور ما که اقتصاد تقریبا همش دست حاکمیت هست، همه افرادی که میخوان ثروتمند بشن سعی میکنن یه نوع ارتباطی با این حاکمیت داشته باشن. یعنی کسی هم که هیچ ارتباط فامیلی و نمیدونم نزدیکی با دولت مردانه داشته باشه بخواد تو بخش خصوصی هم فعالیت کنه، اینم ناچرست یه ارتباطاتی برای خودش تعریف کنه و خب این ممکنه فساده نباشه. ولی در مورد این مثالی که شما زدید بایستی من بگم که صندوق‌های قرض الحسنه یه چیز خیلی رایجی بوده در سالهای بعد از انقلاب تو ایران. یعنی اختصاص به این دو نفری که شما مثال زدید نداره. یادم است که هم دوره مجلس ششم ما بودیم، دو سه تا صندوق قرض الحسنه هم در اصفهان بود که به همین مشکل برخورد. حالا اسمش هم من یادم نیست و دو سه تا بودن. یعنی این حالا این اتفاقی که افتاد و در واقع این صندوق ورشکست شد، اسم این دو نفر اومد و بعدم معلوم شد اینا مثلا در واقع میخواید بگید فراتر از بله اصلا ببینید ما در مجلس ششم یک قانونی گذاشتیم برای اینکه در واقع گفتیم بازار غیر متشکل پولی رو که همین صندوق های قرض الحسنه تشکیل دادن، اینها رو بیاریم قانونمندشون کنیم، بیاریم زیر نظارت بانک مرکزی و این قانون هم تصویب شد و چیز شد، ولی خورد به دوره آقای احمدی نژاد اصلا قانون رو زدن زیرش. بله غالبا از دوره آقای احمدی نژاد استفاده میشه برای اینکه گفته بشه که خیلی از حرکات اصلاحی اونجا متوقف شد. ولی بذارید من یه مثال دیگه، اتفاقا همین صندوق که شما دارید میگین در همین دوره درست شده. بذارید مثال دیگه بزنم آقای مزروعی. چند وقت پیش در رسانه ها مشخص شد، اعلام شد که دولت
3700 میلیارد تومان برای هزینه مسکن رایگان، مسکن ارزان، بیمه و امور رفاهی دیگه طلاب کنار گذاشته. 3700 میلیارد تومان برای اینکه مقایسه بکنیم، البته این برای 5 سال بوده. 3700 میلیارد تومان یه چیزی در حدود 10 برابر بودجه کنونی حفظ محیط زیست در ایران. بودجه محیط زیست سالهای قبل از اون خیلی کمتر بود. سال گذشته 40% بالا رفت، شد 370 میلیارد تومان. این 3700 میلیارد تومانه بودجه رفاهی طلاب. این به ما چی میگه؟ آیا این طلاب از همین ابتدا این مزایا بهشون داده نمیشه و این ورود به صحنه ای نیست که قدرت سیاسی رو همراه میکنه با قدرت اقتصادی؟ حالا این خیلی شاید به این بحث امروز ما ارتباط پیدا نکنه، ولی باید رفت جزئیات تخصیص این رقم رو دید. ببینید مثلا بخشی از این رقم برای بیمه طلاب هست. بله. استدلالی که میارن اینه که خب دانشجوها، همه دانشجوهای دانشگاه دولتی بیمه هستن، یعنی هزینه بیمهشون رو دولت میده، ولی طلاب بیمه نداشتن. خب میگن اونها هم دارن درس میخونن بیمه میشن. یا مثلا برای تامین مسکنشون میگن دانشجوها خوابگاه دارن، خب اونها هم احتیاج دارن که خوابگاه دارن. یعنی میخوام بگم یه توجیهات اینطوری میکنن. من خیلی ارتباطی بین تخصیص این بودجه و اون بحث اینا نمیبینم. آقای حسن نیا شما نمیبینید چنین ارتباطاتی؟ من فکر میکنم که بحث تخصیص بودجه ها، یعنی که از قضا شفاف ترین بخش تخصیص منابع هست در این 14 دهه گذشته، در قالب سهمدهی و در قالب خریدن وفاداری گروه هایی است که همچنان همراه هستند با حاکمیت یا همچنان همراه هستند با اون قشر مسلط جامعه. من فکر کنم این نوک کوه یخ دامنه بزرگش در جای دیگری است، در جایی است که ما مثلا شاهد این هستیم که اون شرکت ها یا کارخانه های بزرگی که مصادره شدن از سوی کسانی اداره شدن که بعد اونها در دوره های بعدی، در سال های بعدی که ما با مثلا برنامه خصوصی سازی مواجه هستیم، توانستن یا همون کارخانه ها رو در اختیار بگیرن و تولید بکنن یا تولید نکنند و از زمینش و سایر مسائلش بهره برداری بکنن، یا اینکه خودشون فعال حوزه هایی شدن که به اسم بخش خصوصی یا بخش های شبه خصوصی یا خصولتی، مباحثی که تو این سالها مطرح هست، توانستند از این اطلاعاتشون، از این رانت نزدیکیشون به قدرت سیاسی استفاده بکنن. آقای بروجردی، شما از اونجا که استاد علوم سیاسی هستید خوب با پدیده سرمایه‌داری سیاسی آشنا هستید. بعضی از ناظران سرمایه‌داری نو ایرانی رو سرمایه‌داری سیاسی توصیف کردن، برگرفته از آرای جامعه شناس تاریخی معروف فرنان برودل. اقتصاددانای ایرانی هم روی این کار کردن. وجه مشخصه چنین سرمایه‌داری این است که تصمیمات سیاسی اونجا که لازمه بر تصمیم‌های اقتصادی و سنجشگرانه و آینده‌نگرانه غلبه می‌کنه. چنین چیزی رو در جمهوری اسلامی می‌بینید؟ به خصوص که الان داریم راجع به سپاه و امنیت صحبت می‌کنیم و در سرمایه‌داری سیاسی امنیت یک کالای فوق‌العاده مهمه. بدون شک اینجوری هست. من فکر می‌کنم در ادامه همون بحث قبلی، شما اگر برگردین به اصطلاح مدار بودجه نگاه بکنید، ببینید چه نهادهایی دارن بودجه می‌گیرن، چه مقدار دارن می‌گیرن، چه فعالیت‌هایی میشه در بنیاد تعاون سپاه، درسته، در کمیته امداد امام خمینی و غیره غیره، بودجه این نهادها کجا است، شفافیت آیا وجود داره، به کی دارن ریپورت میدن برای کارنامه اعمالشون، اینها میبینین که بدون شک غلبه سیاست بر اقتصاد رو ما داریم میبینیم، که البته امر عجیبی نیست. این در هم آمیزش این دو در همه دنیا میشه این مسئله رو دید. من معتقد نیستم که ایران روزی من یک تافته جدا بافته ای هست از این بابت. نه، شما امریکایی هم که من زندگی میکنم ببینید چقدر این درهای چرخان بین کسایی که در دنیای بیزنس هستن و کسایی که در مدار قدرت هستن، سیاست مدارا، این مسئله وجود داره. ولی بله، ما در ایران شاهد این هستیم و بنابراین تعجب نمی کنیم وقتی میبینیم که
برای مثال کیسایی که پیش اومد که دیگه جالب است که جایگاه سیاسی افرادم مهم نیست، اصلاح طلب و به اصطلاح محافظه‌کار نمیشناسه. شما از پسر آقای واعظ طبسی، پسر آقای هاشمی رفسنجانی تا دختر آقای نعمت‌زاده همه پایشون در این به اصطلاح ماجراها درگیره، درگیر است، درسته؟ بنابراین فکر میکنم که اون پدیده ای که ما امروزه بهش به اسم آقازاده ها و غیره داریم مطرح میکنیم در ادامه صحبت های دوستان واقعا برمیگرده به خاطر خصلت های خاصی که اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب به خودش جلب کرده. ببینید در دهه اول انقلاب در ادامه صحبت آقای اصنیا بر اساس تحقیق که آقای بهداد و نومانی کردن، خب چی نشون میده؟ نشون میده که آقا در دهه اول انقلاب ما تنها با بحران اقتصادی روبرو نبودیم، بلکه عدم انباشت سرمایه صورت گرفت، درسته؟ حالا به خاطر جنگ بود، به خاطر انقلاب بود، فرار سرمایه داران بود و غیره و غیره. چه اتفاقی افتاد؟ اونجا اومدیم ما دیدیم که آقا غلبه کرد این سرمایه داری خرد تجاری بر سرمایه صنعتی. با همه اینها آقای بروجردی، همجوری که آقای مزروعی گفتن، از نظر توزیع درآمد 40 سال بعد از انقلاب وضعیت بدتر از سال 56 نیست. یعنی اون دو دهک بالا سهمی که از درآمد ملی دارن الان زیر 50%، در صورتی که قبلا بالای 50% بود. این به ما چی میگه؟ درسته، فکر میکنم که یادمون نره که انقلاب یک ایدئولوژی پوپولیستی رو برش غالب بود که این مسئله به اصطلاح کمک به مستضعفین و طبقات تهیدست یکی از ارکان این انقلاب بود و حکومت سیاست‌هایی رو هم در پیش گرفت برای اینکه این فاصله طبقاتی رو بتونه کم بکنه. همون مثلا صحبت آقای احمدی نژاد که شد، خب واقعیت داره سابسیدهایی که آقای احمدی نژاد برش داد و اون پول نقدی که داد در کوتاه مدت این فاصله طبقاتی رو پایین آورد، اما تورمی که در جامعه ایجاد شد در دراز مدت تمام این اثر مثبت خودش رو هم دوباره چیکار کرد؟ از بین برد. بنابراین فکر می‌کنم واقعا باید یک نگاه 40 ساله به این دوره بکنیم. آیا بعد از 40 سال آقای مزروعی اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، الان ما واقعا یک لفظ طبقه رو هم بذاریم کنار، یک قشری نداریم که قدرت سیاسی داره و توان اقتصادیش رو داره منتقل میکنه به نسل بعدیش؟ چون شما خوب آشنا هستید با بسیاری از این دولت مردان و میدونید که گردش اقتصادی چطوره، فعالیت اقتصادی اینها در نسلهای بعدیشون چطوره. چنین چیزی نمیشه گفت، یعنی اگر خودشون قدرت سیاسی دارن این قدرت اقتصادی رو منتقل میکنن به فرزندان نوادگانشون؟ من یه ابتدایی توضیح بدم در مورد اون صحبت آقای بروجردی. تمام نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده میکنن موظف به گزارش دهی هستن و گزارش میدن و دیوان محاسبات مجلس هم تمام اونها را حسابرسی میکنه، از جمله کمیته امداد. یعنی اتفاقا اون بخشایی که از بودجه دولتی استفاده میکنن خیلی گرفتار این بحثا نیستن و اگر جایی سوء استفاده میشه، فساد میشه، بیشتر بیرون از بودجه دولته. مثلا وامای بانکی، وامای بانکی هیچ ربطی به دولت نداره به اون شکلی که راجبه سیاست گذاری بکنه، یا سیاست هایی که ناشی از عمل کرده مثلا بانک مرکزی هست، اون دیگه در اختیار دولت نیست به اون شکل، مثلا افزایش نقدینگی و اینجور چیزا. میخوام بگم اتفاقا در اون بخشای بودجه به دلیل اینکه به هر حال از دولت میاد، مجلس هست، عدد و رقم هست، همه چی هست و نهادهای نظارتی موظفند که بر عمل کرده بودجه نظارت داشته باشن، گزارش تهیه کنند، اونجا خیلی این مشکلات نیست. یعنی همین بانک‌های خصوصی پدیده فوق‌العاده جالب توجهی هستند در ارتباط با همین بحث تمرکز قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی. درسته که میگید در واقع فعالیت اینا خارج از مجموعه دولته، اما سیاست گذاری عمومی در جمهوری اسلامی. سوالی که شما کردید، بله، ببینید باز بر اساس یک تحقیقی که انجام شده و ما میتونیم در واقع یک کمی تعمیمش بدیم، ما بین 2-3% شاغلینمون در جامعه کسونه هستن که درآمد بالایی دارن و میشه گفت اینها در واقع یک نوع ثروت دارن،
یعنی این وجود داره. ولی اینکه این به عنوان یک طبقه بشه ازش اسپورت که همبستگی داشته باشند، پیوند با قدرت سیاسی داشته باشند، حداقل تحقیقی که اینا نشون بده وجود نداره. و باز بر اساس شهود من اینها وجود دارن، صداشون هم بلنده، ولی الزاماً اینا پیوند با قدرت سیاسی ندارن به اون شکلی که بتونن قدرت سیاسی رو هم در اختیار خودشون میگیرن. البته تلاش خودشون رو هم میکنن. اهرم سیاسی ندارن اینا. همین بانک‌های خصوصی آیا اهرمی برای انباشت ثروت نبود و بانک‌های خصوصی تعداد زیادی از این بانک‌ها وابسته به نهادهای قدرت بودن؟ همین بانک‌های خصوصی دو نوع بودن دیگه. یک بانک‌های خصوصی هست که کاملاً توسط افراد خصوصی به وجود اومده، یعنی این مثل همه جای دنیا اینا چیز، ولی اون بانکی که شما دارین اشاره میکنید عمدتاً بانکی بود که به نهادهای نظامی تعلق داشتن، یعنی مثلا سپاه بود، ارتش بود، نیرو انتظامی بود. این بانکایی بودن که اتفاقا الان معلوم شده خیلی هم سودآور نبوده، هرچند اونها از این قدرت در واقع پولی بانک ها استفاده میکردن برای پیشبرد پروژه های خودشون. ولی الانه که داره حساب رسی میشه و میخوان اینا رو ادغام کنن در واقع در یک بانک دولتی، خب کارنامه ای که از اینا هست اینه که این بانک ها خیلی هم سودآور نبودن و تا حدودی هم ورشکسته هستن و دولت داره جریمه میده برای اینکه این بانک ها رو بتونه بیاره در قالب یک بانک دولتی قانونمندشون بکنه. چنین آقای حسنیا، در این بحث تبدیل امتیاز سیاسی به امتیاز اقتصادی، چیزی که رانت نامیده میشه، این بانک ها واقعا چنین بودن یا کارکرد دیگه ای داشتن؟ من اساسا حتی بحث رو یه خود پیشینی تر میبینم، یعنی فکر میکنم که با وقوع انقلاب گروه های انقلابی یا به طور سنتی اون سنت قرض الحسنه و راه انداختن صندوق هایی که مشکلات کوچیک و اینا رو حل بکنه، یا اینکه آگاهانه برای تامین منابع مالی مورد نیاز خودشون اساسا از همون روز به فکر این بودن که این منابع مالی رو تجهیز بکنن، تشکیل سازمان اقتصاد اسلامی که در تمام این سالها در اختیار گروه های محافظه‌کار حالا یا دست راست سنتی بوده، مشخصا نیروهای از مؤتلفه و اینها اونجاها رو اداره کردن و راه اندازی صندوق های پرتعداد قرض الحسنه تابانی های اعتبار که اخیرا کاری هم آقای بهمن احمدی روزنامه‌نگار اقتصادی تو ایران انجام دادن، کتابی رو درآوردن که سرگذشت اینها رو نشون میده. از همون روز اول این انقلابیون یا این گروه ها به فکر تأمین منابع و تجهیز منابع بودن، تا اینکه بعد میرسیم به جایی که تعاونی های اعتبار وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی شکل میگیرن و ماجراهایی که گفته شد. اما حتی بانک های خصوصی به مفهوم بانک های خصوصی استاندارد هم وقتی سرگذشتشون رو شما نگاه میکنید و تاریخ تأسیسشون رو میبینید، خیلی از این بانک های خصوصی فعلی، بانک اقتصاد نوین، بانک کارآفرین، بانک هایی هستند که علارغم اینکه مؤسسان آنها شرکت‌های خصوصی هستند، اما اونها شرکت‌هایی بودند که ناشی از همون تحولات مثلا ایران خودرو، یعنی یه جوری وصل به قدرت حاکم بودند. بله، اون تغییر و اون تحول رو طی کرده بودند، رسیدن به جایی که یک گردش مالی بسیار بزرگی داشتن. چرا این رو بانک ملی مثلا براشون انجام بده؟ با 4-5 تا شرکت مشابه بانک خصوصی خودشون رو تشکیل دادن. و وقتی که مؤسس بانک خصوصی و استفاده کننده از تسهیلات یکی میشه، زمینه این فراهم میشه که شما خب دیگه اونجا منطقه اقتصادی رو حاکم نکنید، شما صاحب بانکی هستید که قرار هستش به خود شما تسهیلات بده. بله. و خیلی از مشکلاتی که امروز مشاهدهش هستیم در صندوق‌های اعتباری، در مؤسسات قرض الحسنه و بخشی از بانک‌های خصوصی ناشی از همین در واقع ساختار در هم تنیده مؤسسان، سهامداران و استفاده کنندگان از همین تسهیلات هست. بله. اجازه من اول یه نکته راجع به صحبت آقای مزروی بگم، چون به این مسئله مطرح است. ایشون مشخص نکردن که آیا این عدم انطباق طبقه سرمایه‌دار و طبقه سیاستمدار آیا تصادفی بوده یا یک امر آگاهانه‌ای بوده که در جمهوری اسلامی صورت گرفته. ولی من برای اینکه بینندگان ما مشخصا بفهم منظور من چی است، من میگم که این در هم آمیزش این دوتا رو شما در مثال‌های مختلف افراد دارین می‌بینین که نمیشه هی اینها رو رد کرد به عنوان اینکه این استثناست. درسته نمیتونیم بگیم عسکر اولادی ها، واعظ طبسی ها، صادق محصولی ها،
مهدوی کنی ها و غیره غیره از اینا از این استفاده کردن، برای اینها یه قشر نادری هستن. تعداد این افراد بسیار زیاد هستن. برای من فکر میکنم حالا شاید قاعده کل برای همه نشده شده، ولی واقعیتش اینه که بخش زیادی از اقتصاد ایران هم متاسفانه بخش غیر شفافش هست که ما اون اطلاعات لازمه رو برای اینکه این پیوندها چه شکلی هستن، چه خانواده هایی درش هستن، اینو نداره. این مثالایی که ایشون میزنن به نظر من هم نوع نیستن. این آقای مهدوی کنی که چیزی برای خودش نداشت که، به غیر از دانشگاه بود، نه اون دانشگاه دانشجو داشت، یعنی اون در واقع اداره کننده اونجا بود. یا آقای واعظ طبسی، بله آستان قدس رضوی در واقع کارتر اقتصادیه، ولی آقای واعظ طبسی نقش اداره کننده رو داشت، ثروتی برای خودش نبود. اما آقای منظوری اصولا پسر آقای واعظ طبسی در واقع مبحث آقازادگی، اصلا استفاده از واژه آقازادگی که ابتدا فکر می‌کنم آقای ربیعی هم، علی ربیعی که امروز سخنگوی دولت استفاده کرد، از پرونده المکاسبی بود که آقای واعظ. حقیقتا من راجع به اون اطلاعات ندارم، ولی اینو میدونم که آقای واعظ طبسی واقعا اداره کننده اون آستان قدس بود. حالا که ما رو برمیگردونه به بحثی که بخش مهمی از این برنامه رو به خودش اختصاص داد، که شخص خودشون شاید نبود، نه اما فرزندش نه. من راجع به فرزندش واقعا نمیدونم، ولی مثلا در مورد آقای اسکلاردی، البته منظورتون دو تا برادر. خب اون برادرش که تو بازار بود که قبل از انقلاب هم بوده، یعنی اون بله اون آدم انحصار تجارت ایران با چین رو گرفتن که مهمترین به اصطلاح همکار تجاری ایران هست. یعنی چی؟ من فکر نمونم انحصار داشت، ولی آدم بله از بازاری بود ثروت. یعنی اینا هم وزن نیستن، یعنی آقای اسکرالدی رو با آقای مهدوی کنی بنده خدا که رحمت خدا رفته نمیشه تو یه جا. بله اینهایی که هم وزن هستن رو یا هم سنخ هم گروه هستن رو یه مقدار روشون اگر متمرکز شیم، صحبت آقای اسکرالدی و برادرش شد که قبل از انقلاب هم تاجر بزرگی بود و سرنوشت جالبی هم داره، اخیراً من یکی از مصاحبه‌هاشو خوندم. اینا جزء هیئت مؤتلفه هستن. خب یک شخص مهم دیگه عضو هیئت مؤتلفه رو بیایم نگاه کنیم، آقای خاموشی. واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به شرکتی که در کنترل آقای علی نقی خاموشی، شرکت سرمایه‌گذاری ایران، یک بخش مهمی از اقتصاد ایران واگذار میشه به یک عضو هیئت مؤتلفه و بعد دو نفر دیگه عضو هیئت مؤتلفه رو ما اینجا نام بردیم. و این به ما چی میگه؟ آیا این یک الگویی رو نشون نمیده در ارتباط با همبستگی و هم بافت بودن قدرت سیاسی؟ و این رو البته فقط ناظران بیرونی نمیگن، من نمیخوام چیزهایی که در خارج از ایران تکرار میشه رو اینجا تکرار کنیم. به همین دلیل رفتم یه مقدار آرای کسایی رو خوندم که در داخل سیستم بودن. آقای عباس آخوندی وزیر بوده در چندین کابینه پس از انقلاب، از مدیران سطح بالای جمهوری اسلامیه. شما برید وبسایتش رو نگاه کنید، در همون صفحه اول میگه نوعی نظام سوداگری یا مرکانتالیسم که در اون قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی تمرکز یافته و هر روز بر شدت این تمرکز افسوده میشود رو ما میبینیم. و بعد پایین‌تر میگه کسی که در این سیستم موفقه کسی که به این شبکه همبسته قدرت وابسته است. ببینید در مورد پیوند بازار با روحانیت که خواهر کسی تاریخ معاصر ایران خونده باشه میدونه این پیوند از دوره قاجاری تاله برقرار بوده. به نظر من اتفاق جدیدی نیست. و این بخشی که شما دارید میگید اونا که عضو مؤتلفه هستن، بازاری هستن، اینها از قدیم الایام با روحانیت ارتباط داشتن، قبل از انقلاب هم جزء تامین کنندگان هزینه های حوزه ها بودن، اینا بعد از انقلاب هم از این ارتباطات استفاده کردن. ولی از این نمیشه نتیجه گیری کرد که در جمهوری اسلامی یک چنین پیوندی بین تمام بازاری ها یا تمام کسانی که تو بخش خصوصی فعالیت میکنن با حاکمیت هست و در واقع اینها پیوند خیلی تنگاتنگی داره. و دلیل این مسئله رو شما تصادفی میبینین یا آگاهانه بوده؟ چی فکر میکنین؟ من تا الان فکر میکنم این آگاهانه بوده. ببینید در قبل از انقلاب اون طبقه اشرافی که میگفتن هزار فامیله، مرکز اینها دربار بود و
در پیوند با دربار در واقع چیز میگرم. ولی الان حداقل این هست که رهبری که در جامعه فعلی وجود دارد نسبت به این قضیه که یک طبقه ثروتمند حاکم شکل بگیرد، اون با این دیدگاه مخالفه و هر جای هم لازم بوده باش برخورد کرده. و مواردی هم که الان ما میبینیم با فساد داره برخورد میشه به دلیل حساسیت هاییست که توی نظام حاکم وجود داره. یعنی هنوز نظام حاکم اینو نپذیرفته که بتونه یک طبقه سرمایه دار یا اشرافیت مالی که عمدتا هم از طریق فساد شکل میگیره وجود داشته باشه. خیلی کوتاه اگه میخواید چیزی بگید. من فقط میخواستم به این اشاره بکنم که یک تفاوت عمده داره اون ارتباط بازار با روحانیت از قاجار تا الان، و اون این هستش که در این 40 سال اون بخشی از بازاریان که شرکای انقلابیون بودن وارد ساخت سیاسی شدن، یعنی از وزارت بازرگانی رو در اختیار گرفتن. درست. آقای حبیب الله اسکرولدی و اتاق بازرگانی در 4 دهه گذشته کم و بیش زیر سلطه اونها بود. بسیار خب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید، همینطور از مهمانهای برنامه مرزاد بروجردی، علی مزروعی و آرش حسن نیا. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانیه و صحبت خودمونی بعد از برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه پادکستی به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم منتشر میشه. شب و روز بر همه شما خوش.